سلامی به گرمی آفتاب بازم رسیدیم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان خوب با یک برنامه دیگه و ما در برنامه امروز میخوایم بپردازیم به اینکه اصلاح طلبان برای نجات نظام تقلب رسوندن و خبر بعد اینه که تو ویدیویی که داریم از گوشماله یک آخون توسط برادران نیروی انتظامی بابت تذکر به یک خانم بدون حجاب و اینکه خبر بعد یه ویدیو دیگه داریم از یک پزشک لبنانی که به بیرون درس کرده و گفته که نصرالله تحت درمان قرار گرفته و در آخر میپردازیم به ترس نمایندگان مجلس از سقوط نظام در جلسه با وزیر اطلاعات پس تا پایان با ما همراه باشیم پیش از اینکه بریم سراغ مشروع اخبار به شما یادآوری کنم که با سابسکرایب کردن کانال و زدن زنگوله میتونین از ما حمایت کنید. همنن لایک کردن شما و کامنت گذاشتن شما میتونه باعث بشه ما حمایت بشیم و انگیزه ساخت ویدیوهای بیشتری رو به دست بیاریم پس برای حمایت از ما سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنین کامنت بذارین و لایک کنید سردار پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با تاکید بر ضرورت نوسازی نظام حکمرانی بر اساس مبانی مکتبی روح الله خمینی و اندیشه سیاسی علی خامنه‌ای گفته که معتقدیم بهترین راه برای ایجاد آرامش معیشتی برای مردم و جلوگیری از فساد تخصیص یارانه‌ها به انتهای زنجیره و ارائه کالاهای اساسی به صورت کالابرگ الکترونیکه قالیباف در بخش دیگه از نطق خودش در توضیح نوسازی حکمرانی میگه که اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم گیری های لازم در این حوزه هستیم در این نوسازی اولویت با مسائل اقتصادیه قالیباف کمتر از یک هفته پیش با ستن از مراجع تقلید بلندپایه در قم دیدار کرد اون در این دیدارها با انتقاد مراجع از گرونیا و ناکارآمدی دولت روبرو شد هرچند رسانه های دولتی اقدام به سانسور و تحریف موازه اونا کردن اما خبرها و جزئیات اونچه در گفتگوی اونا رد و بدل شده بود رسانه ای شد حوزه های علمیه و شماری از ائمه جمعه به شدت علیه گرانی ها موضع گرفتن برخی تحلیلگران معتقدند این انتقادات شکاف در دستگاه روحانیت و از پیامدهای وضعیت بحرانی موجود نظام و برخی دیگر معتقدند که صرفا نمایش همصدایی با مردم هست و تنفر از آخوندا در جامعه که به تهدید امنیتی برای اونا تبدیل شده بیشتر نشه انتقاد مراجع تراز اول شیعه در قوم به دولت و مقامات اجرایی باعث شده تا گسرهای اختلافات کهنه و رقابتهای باندی در حوزه ها فعال بشه و جریاناتی که دستشون از قدرت و منابع مالی کوتاهتر مونده فرصت انتقاد پیدا کنند مواضع مراجع منتقد در واقع چراغ سبز به ائمه جمعه مبلغان و آخوندهای منبری هست که احساس میکنن سهمشون از سفره انقلاب نگرفتن اما بیشتر از اونایی که با ابا و خوردن و بردن در خیابونا و اماکن عمومی با انواع اقسام تحقیر و توهین و تهدید از سوی مردم معترز مواجه میشن یکی از توصیه های ناصر مکارم شیرازی به قالیباف در سفر بی به قوم در مورد ضرورت اصلاح و جلوگیری از انحراف بانک ها بود در همین گیرودار علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که چند سالیه به اردوگاه اصلاح طلبان نزدیک شده به عوامل نظام توصیه میکنه که همگی توی کشتی نشستیم و اگه سوراخ بشه هممون دچار بحران میشیم از آغاز خیزش انقلابی در ایران که ماه چهارم رو پشت سر میذاره شماری از مسئولان و عوامل نظام در چند پست و مقام تغییر کردند. از جمله رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و شماری از استانداران در استانهای حساس از جمله کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان عوض شدند اما مسئله اساسا بر سر جابجایی افراد نیست چرا که مشکلات و بحرانهای ساختار فاسد و معیوب نظام با جابجایی چند مهره و نوسازی که از جنس هم هستند حل نمیشه. از اون مهمترین که قالیباف میگه نوسازی و حکمرانی بر پایه مبانی مکتبی خمینی و سیاست های خمینی انجام میگیره که اتفاقا همین مکتب و سیاست عامل اصلی مشکلات و بحران است که گریبان کشور و مردم رو گرفته <applause> کمتر از یک ماه پیش از اینکه نوسازی نظام و حکمرانی از سوی محمد باقر قالیباف مطرح بشه اصلاح طلبان پروژه و عبارت اصلاح و حکمرانی رو مطرح کردند با بحرانی تر شدن شرایط نظام حتی در داخل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم برای بازگردوندن محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات به صحنه زمینه سازی میشه آذر منصوری دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت خبر داد که این بحث در دیدار جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مطرح شده محمود صادقی نماینده اصلاح طلب پیشین مجلس شورای اسلامی هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود بدون اصلاح حکمرانی اعتراضات بازم برمیگرده حتی شماری از رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب انتصاب محمد رضا فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو همسو با این اصلاح یا نوسازی حکمرانی دونسته و مدعی شدن دولت انقلابی مجبور به استفاده از تکنوکرات ها و بروکرات ها شده خبر بعد که میخوایم بهش بپردازیم به گوشمالی آخوندی بابت تذکر به یک خانم که بدون هجاب بوده توسط کی نیروی انتظامی و گفت کشف زاب نیست بر اساس ویدیوی از یک آخون برای تخت بیمارستان اون در قوم به یک خانم تذکر هجاب داده که با اعتراض چندین نفر مواجه شده و پس از اون که با نیروی انتظامی تماس میگیره با اومدن معموران ظاهرا داستان تازه عوض میشه و نیروی انتظامی به جای بازداشت خانم آخون رو ضرب و شتم میکنه و بازداشتش میکنه این ویدیو رو ببینین دیدی می خانم زاب کرده خانم تذکر داده کشف زاب نکنه بعد یکی دو ما زنگ زدیم پولیس 110 پولیس 110 بعد 20 سالی ها پولیس رسون و گفت کشف ازاب زور نیست با بلند گفت صدا تو بیا پایی و دینا ریخت ما رو زدن دست بند کپونی ما زدن وسط خیابون در حال که ما بودیم بنده و بعد بنده را بردن کلانتری تو کلانتری در حال که دست های بنده وسط کپونی دست بند زدن که آثارشم که الان شما مشاهده میکنید دستم همون خواست ها را بعد شروع کردن فخراشی هم میکردم بنده و دو سار حمله قلبی شدم در اثر این زدن اینا به اینا چه دو های کلانتری و دو جلوی ماسته آتولا سیستانه شاهد این منابع عربی اعلام کردند که حسن نصرالله سکته مغزی کرده و تیم پزشکی از ایران اعزام شده. روابط عمومی حزب الله هم گفته که نه، سرما خورده. منابع وابسته به حزب الله لبنان و خبرگزاری های وابسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله تسنیم گزارش دادن سخنرانی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به دلیل ابتلای اون به آن لغو شده اما منابع غیر رسمی میگن که اون یه بار دیگه سکته کرده روابط عمومی حزب الله در بیانیه که از شبکه المنار پخش شد اعلام کرد سخنرانی نصرالله که قرار بود جمعه شب برگزار بشه به دلیل ابتلای اون به آنفولانزا لغو شده اما ادعا شده که وی به 13 دی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی سخنرانی میکنه شماری از فعالان رسانی عرب میگن حالش وخیم و حتی دچار مشکلات تنفسی شدیده در همین ارتباط حسین القاوی روزنامه نگار سعودی در توییت نوشت که آرزویی که باعث شد حسن نصرالله در بیمارستان بشه برخلاف شاید آنفولانزا نیست بلکه برای دومین بار سکته کرد و به بیمارستان پیامبر اعظم در بیروت منتقل شده یه ویدیو از یه پزشک لبنانی به بیرون درس کرده که گفته نصرالله تحت درمان قرار گرفته و پزشکای ایرانی برای مداوای اون از ایران فراخونده شدن منابع غیر رسمی اما یک هفته پیش در اوایل دی ماه به نقل از کارکنان فرودگاه بیروت گزارش دادند که چند نفر در لباس های استریل با پرواز شرکت هواپیمایی معراج که متعلق به ارتش از تهران به بیروت اعزام شده گفتنیه که از سال 2015 تا کنون در چند نوبت خبرهایی در مورد بیماری و سکته نصرالله منتشر شده فیصل شکر یکی از مقامات ارشد حزب اون رو حساسیت فصلی خوند و به تصمیم گفته بود وضعیت جسمی حسن نصرالله خوبه و اونچه رهبر حزب الله به اون, اون دوچار شده یه سرخوردگی شدید و حساسیت در ریه که اون هر سال در فصل بهار به اون مبتلا میشه و اما خبر بعد نشست در مجلس شورای اسلامی با وزیر اطلاعات درباره اعتراضات رئیس کمیسیون اصل نبد گفته برخی با جرأت از پهلوی دفاع میکنن اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد اعتراضات و بحران و افزایش قیمت ارز جلسه داشته نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون و اصل نبد مجلس میگه نماینده ها تو این جلسه نگرانی هایی داشتن و اقدامات بازدارنده ای که تو کشور در حال انجامه برای نمایندگان تشریح شده وی با اشاره به مقابله با اختلالات ارزی درباره جزئیات این جلسه توضیح داده مهمترین مسئله جنگ روایت ها هست و دشمن به شکل گسترده روایت های جعلی را مطرح میکنه و وقتی گزارش های واقعی ارائه میشه میبینیم دشمن تونسته در بخشی از جامعه بر افکار مردم تسلط پیدا کنه پژمانفر پر تاکید کرد که طبیعتا ما باید بتونیم اطلاع رسانی بهتری انجام بدیم و از دولت خواسته شده اقداماتی که در بخشهای مختلف انجام میشه به ویژه در حوزههای اقتصادی و ارز منعکس بشه و انشاالله مدیریت رسانه و مدیریت فضای روایت ها رو داشته باشیم این نماینده شب قبل از جلسه با وزیر اطلاعات در سخنرانی با محور تبیین یا توجیه وضعیت نظام برای بسیجیا هشدار داده بود که دشمنان شرایط رو به گونه جلوه میدن که تعدادی با جرأت و جسارت و ذهن فریب خورده از پهلوی دفاع میکنن و دستاوردهای جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن ایشون نگفته دستاورد جمهوری اسلامی چیا هست گفته ما منکر مشکلات نیستیم اما به دستاوردها هم باید توجه باشه حالا کدوم دستاوردها ما که نمیدونیم نماینده ولی فقیه در استان کوکلو و یه رحمدم خیزش مردم و اعتراضات رو امتحان الهی خونده و در سخنان عجیب میگه نظام در یک جنگ قرار گرفته که یک طرف اون سلطنت طلبهای خیانتکار ترامپ بایدن انگلیس آل سعود قرار دارن و طرف دیگه انسانهای شایسته به رهبری ولی فقیه عارف سالک عابد عالم و اندیشمند پیش از این سردار پاسدار غلام حسین قیبپرور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قرارگاه امنیتی امام علی هم گفته بود در سه ماه اخیر جنگ ترکیبی رو برای ما طراحی کردن و جریان مرده تل سلطنت طلبا هم اومدن اما نقش بد رو آلمانیا داشتن عوامل حکومت علت گرایش مردم به پهلوی ها رو کمکاری در جهاد تبیین و توجیه نظام برای مخاطبان میدونند اونچه تئوری پردازان نظام درباره محتوای اصلی جهاد تبیین میگن مقابله با پررنگ کردن نقاط ضعف جمهوری اسلامی و برجست نشون دادن خدمات و دستاوردهای دوران پهلویه این همه در حالیه که جمهوری اسلامی 43 سال با صرف هزینه های میلیاردی و انواع و اقسام دستگاه ها و نهادهای تبلیغاتی از رادیو و تلویزیون و مطبوعات تا کتاب های درسی مدارس و دانشگاه ها به کاری جز تحریف و دروغ پردازی درباره تاریخ معاصر ایران و خدمات مشروطه و پهلوی ها مشغول نبوده اما سال هاست که روشن شده نتیجه که گرفته کاملا در جهت عکسه. <تصفح> خامنه رهبر جمهوری اسلامی ایران که در سالهای اخیر مرتب علیه پهلوی ها سخنرانی کرده در بهمن 1400 در سخنرانی خودش در جمع فرماندهان ارشد و پرسنل نیروی هوایی ارتش گفت که نیازمند تهاجم ترکیبی با محوریت جهاد تبیین هستیم از اون زمان واژه تبعین شده تکیه کلام مقامات مختلف با پول پاشی و به انداختن انواع تبلیغات تلاش میکنن تحریف و دروغ علیه تاریخ رو تحت لوای تبعین معنا و چارچوب تازه‌ای ببخشن خب دوستان گرامی به پایان این بسته خبری رسیدیم سپاسگزاریم از همراهی شما امیدواریم که خوشبختی همیشه مهمون دلاتون باشه تا بسته خبری دیگه شما رو به خدای مهربان میسپاریم بدرود